بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از سراسر افغانستان: حمله بالای نمازگزاران اهل تشیع در قندهار، قهر و خشم حاجی محمد محقیق بالای شبکه خبری تلونیوز. برای جزئیات بیشترین گزارشات آخر بیننده باشید و برای مهمترین خبرها از سراسر افغانستان کانال شهر تیوی را حتما دنبال کنید. بی بی سی در این گزارش می دهد که گزارش ها از شهر قندهار حاکی است که انفجار در مسجد جامع فاطمیه شیعیان رخ داده و تعداد زیاد کشته و زخمی بر جای گذاشته است. یک خبرنگار محلی به بی بی سی گفته که احتمالاً انفجار در این مسجد واقع در محله شیعه نشین در مرکز قندهار ناشی از حمله انتحاری بوده است. بی بی سی در ادامه می نویسد که هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که منبع دیگر گزارش می‌دهد انفجار در مسجد فاطمیه متعلق به شیعیان قندهار. از جزئیات تلفات هنوز خبر دقیق در دست نیست. قرار گزارش‌های تایید نشده تلفات این انفجار بسیار بالا می‌باشد. این منبع در ادامه می‌نویسد که ملا و مولوی صاحبان بالای مردم دو وجب ریش امر می‌کنند و شعار از اسلام مسلمان تقوا و طهارت می‌زند. کجاست این تأمین امنیتتان؟ شما که دست نشانده عرب هم نیستید، شما که مزدور و غلام آمریکا هم نیستید، شما که میگویید داعش در افغانستان نیست، پس دقیقاً کار چی کسی است و این گونه انفجارها چرا اتفاق میافتد؟ هنوز خونهای نمازگزاران قندوز خشک نشده است، هنوز فاتحه شهدای قندوز تمام نشده است، ولی این جمعه باز هم خیلی از دوستان به گلیم غم نشستند. در همین حال روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد که وقوع انفجار در قندهار. گزارش‌ها از قندهار حاکی از وقوع انفجار در مربوطات حوزه اولی امنیتی شهر قندهار است. برخی از باشندگان محل می‌گویند که این انفجار در نزدیکی امام بارگاه در مربوطات ناحیه اول شهر قندهار رخ داده است. امام بارگاه مربوط به شیعیان قندهار است که نماز جمعه در آن هر هفته برگزار می‌شود. باید افزود که تا حالا مقام های محلی طالبان در قندهار در این مورد چیزی نگفته است. جزئیات، نوعیت و تلفات این انفجار هنوز مشخص نشده است. در همین حال منبع گزارش می‌دهد که واکنش استاد حاجی محمد محقیق در مورد گزارش تلویزیونی طلوع. برخی رسانه های کشور یک لیستی از شخصیت ها را منتشر کردند که گویا از پول مصرف پول قرضدار هستند و در این لیست نام بنده را نیز ذکر کردند که من این موضوع را شدیداً تکذیب می نمایم. من همیشه پول مصرف برق خود را مرتب پرداخت می کردم و چشم به مال ملت نداشتم. و نیز یادآور می شوم که این جانب به تاریخ 24/5/1400 در ترکیب یک هیئت از سران سیاسی کشور غرض مذاکرات صلح به پاکستان عزیمت نمودیم و در پاکستان خبر شدیم که اشرف غنی گریخته و طالبان کابل را تصرف کردند. بعد از آن راه زمین و هوا بند شد، نتوانستیم که به کابل برگردیم. بعد از این تاریخ 2 ماه اگر بل برق جدید آمده باشد قابل پرداخت می دانم. محقق در ادامه می نویسد که بناهن از رسانه محترم جمعی خصوصا تلویزیون طلوع می خواهم که به خاطر خوشخدمتی به ارباب قدرت دروغ پردازی نکند. طلوع باید برای بدنامسازی کسی لست دروغ نشر نکند و می تواند صحت مطالب ذکر شده از ریاست محترم برشنا را جویا شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حاجی محمد محقق. بیننده های محترم، نظر شما در مورد انفجارهای پیاپی در مساجد اهل تشیع در سراسر کشور زیر حکومت امارات چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.